سلام دوستان، پارت دوم قسمت اول رندرینگ ماه. توی این قسمت من اومدم یه ذره هنگ این سیستم توی قسمت کامرا اومدم اف او پیم رو تیکش روشن کردم، گوشم روی 63 و پیو میزنم، اف اس هم بزنم بتونه شون بدم تا هر دقیقه جایی که دوربین من جا داشت اووردم عقب که بتونم یه همچین کادی رو برای خودم درست کنم که اگه یادتونم باشه توی رندر ستاپ ما روی 8 دهم گذاشتیم و قبلش هم اومدم مثلا تنظیمات رندرینگ هم همش رو بردم پایین و توی این قسمت هم روی 100 و به صورت پیشبردم برای شما داخل سیستمتون هم روی 100 و توی تب جی آی هم توی که امبینت خاموش میکنیم فعلا روشنش نمیکنیم و توی قسمت لایکش هم میام ساب دیوایس میذاریم روی 500 که زودتر تست رندر بگیریم داخل کارمون. فکر کنم فقط همین مونده که باید بهتون میگفتم، بریم برای پارت بعدی. به دومین پارت آموزشی ما خوش اومدید. من الان گرفتم مدل رو انجام دادم، بعد آبجکت رو چیدم، الان میخوایم بریم تو قسمت نورپردازی و متریالسازی و رندرینگ. تک تک این آبجکت ها رو براتون قرار دادم، شما میتونید داخل اون فایل ها برای خودتون اینا رو مرج کنید و استفاده کنید، داخل کاراتون بذارید، سرقه به خرج بدید دیگه، چون چند تا هستن فکر میکنید هر کدومش که خیلی خوبه رو استفاده کنید داخل کاراتون. و من FST زدم، دارم محیط داخلم رو یه نگاهی میکنم که ببینیم چطوریه. خب من اگه بیام توی BFE بخوام یه تست رندر بگیرم، میبینم هیچ داخل صحنه من هیچ نوری وجود نداره و صحنه من تاریکه. پس اولین قدم برای نور پردازی کار داخلی، میام بیرون محیط بیرون، یک بیری لایت تایپ دام میذارم اینجا و داخل نومپش هم میام یه ویری اسکای میذارم. بعد بریم داخل دوربین، بعد این پنجره ای که اینجا داریم، بعد یک متریال هم برای اینو بسازم. میام اینجا میسم مثلا فریم پنجره و به یک ویری MTL تبدیلش میکنم. میام متریالش دیفیوزش رو یکم سفید میکنم، یک مقدار بهش رفلک میدم مثل مثلا پی وی سی دیگه و یکم گلاسه. اینو به این پی وی سی ها اعمال میکنم و بعدیش هم متریال شیشه بگیریم تیل و اینو دیفیوزش رو میبرم تقریبا مشکی، رفلکتش رو زیاد میکنم و رفرکتش رو خیلی زیاد نمیکنم که میخوام متریال شیشه داشته باشه. شیشه رو انتخاب میکنم و بهش میدم. و دومین قدم، حالا بزنیم اولی بگیریم، میام داخل کامرام مودیفای، اینجا شاتر هم گوشم روی 100، اکسپوژور گین هم گوشم روی 100، یک تست بگیریم. میام تو قسمت رندر ستاپ، چیزی که خود ویری نکس به ما داده توی تب ویری کامرا، میتونم اینجا اوتو اکسپوژر رو انتخاب کنم و صحنه هم بتونم روشن کنم با یک کلیک. خودش دیگه میاد اینجا اکسپوژر رو تنظیمات دستی خودش پیشورد خودش انجام میده که به نوری برسیم. ما من استاپ میکنم، بعد میتونم اینو ترانسفر کنم به کامرا. وقتی که من ترانسفر کنم، یعنی این اطلاعاتی که خودش دریافت کرده از اینجا رو میاد مستقیما انتقال میده به اکسپوژور من، ترانسفر میکنم و دقیقا اینجا برای من 100 بود، شد 313. حالا ما میتونیم کم و زیادش کنیم. من دیگه تیک اینجا رو برمیدارم، میام مثلا میگم تقریبا 280 شو خیلی شاید مثلا این نور، چون ما میخوایم نورهای دیگه ای هم بذاریم. مثلا میتونه 250 هم بشه فکر میکنم.
باز دوباره میایم سراغشون و ادیتشون میکنیم باز. میتونیم توی این قسمت هم از اوتو بایت بالانسش هم استفاده کنیم. خب من میام تیکی اوتو بایت بالانس رو میزنم، میاد بایت بالانسمون رو تنظیم میکنه. ولی خب تا وقتی که من ترانسفر رو نذارم هیچ اتفاقی نمیاد، فقط به صورت پیش‌فرض روی خودش قرار رو میگیره. میتونه خوب باشه. ولی قبلش بذارید من نورهای دیگر رو بذارم، اینو بردارم. میام نوری کمکی که قرار اینجا براش در نظر بگیرم و تو بیدم فعال میکنم. یه نور اینجا و یه دونه اینجا اینستانس، یه دونه چون برای بگیرم. ولی خب باید مولتیپلایرش رو خیلی کم کنم، مثلا بتونم روی سه تا جاش. ببینیم چجوری میشه. حتما وقتی که این ویزیبلش رو بزنم بچه ها، که باعث بشه که نورها از محیط بیرون داخل بیاد. این تیکه این ویزیبلش رو نزنیم تو آپشن اتفاقی نمیفته، باعث بشه که اون نور دامی که گذاشتیم داخل صحنه دیگه نتونه بیاد داخل. مالی بیشترش کنیم چطوری میشه؟ و خب دیگه خیلی سوختگی متریال داریم که اینجا دیگه خیلی شدهش زیاده. بعد میتونم حتی بیام اینجا یه دونه دیگه، یه دیری لایت دیگه بکشم این قسمت، شیوش بدم تو اینجا. بعد میتونم بیام حتی مثلا تمپرچرش رو گرمتر کنم، مثل مثلا یک منبع خورشید تقریبا مثلا 3500 تا بتابونم به داخل و این ویزیبلش هم بزنم. میخوام سایه ایجاد کنم توی اینجا، یک سایه ای داشته باشه. الان بهتر شد، ببینید سایه هاش در اومده ایجا گلدونه یا مانی که گذاشتیم. خوب شده شد. اوکی همه چی. بعد میام تو این مرحله مرتب لایتین بالا در میارمش، میام تو این مرحله میام یک متریال آینه برای اینو بسازم. من میزم میرور دیفیوزش رو میتونیم سمت مشی ببریم، تیک فرینال رو برداریم و اینجا هم رفلکتر رو صد بیاریم و من میتونم به این شیشه های خودم اعمالشون کنم. سیو کارم بگیرم. خب بریم ببینیم که اون رندری که من خودم داشتم بیام فکر کنم یک متریال ماربل اینجا داریم و بقیهش هم بتون و ماربله. من این تکسچر هم براتون در نظر گرفتم کنار گذاشتم تو، شما هم بتونید استفاده کنید از اینا. مثلا سنگ استانی که ما اینجا داریم که این قسمت دیواره، میام
اینجا چهار رو میزنم، این پلیه رو انتخاب میکنم، دیتچش میکنم و بعد میام یک ویری ام تی ال اینجا میسازم. میتونم بیام این زنگر رو بگیرم بدم داخل دیفیوزش. یک مقدار سنگ ماربل رفلکتر و یک مقدار گلاسه. میتونم از خود همینم استفاده کنم، داخل پامپش هم بذارمش. حالا ما باید حتما سیاه‌سفید باشه، ولی خب میتونه از خودش هم استفاده کنیم. و داخل اینجا میندازم و شوشیدش رو میزنم و بقیه یووی هم بهش بدم، یووی بکنم به این ساختمان رو. این یکی یه یووی هم میدم. میتونی یه ذره از کشیدگیش کم شه. و حتی توی این قسمت هم یه ذره گیز میشم بکشم این بردم بتاشت. بعد این هم تجاش برمونش. برای سنگ کفم ببینم توی تکسچر ماربل، این که برای دیواره اونجاست. از این استفاده میکنم، یک گیره هم چهره دیگه اینو بنویسم ماربل دیوار، اینم ماربل کف. ویری ام تیل دیگه، یه دیفیوز اینجا، اونم بامپشه. این هم تو قسمت بامپ هم برای این بامپشو میذارم. ولی خب باید درصد اینو کم کنیم، مثلا اینو روی 15، حتی 15 هم زیاده، ولی ما میخوایم چون زیاد جلو چشمون نیستش حالا کفایت میکنه همینقدر بامپ، یا مثلا میتونه 10 هم باشه. و بعد بریم بهش رفلکت بدیم. آره یک مقدار گلاسه چون رفلکت قبلی هم یه ذره بیشتر کنیم. و بعد اینو به کف اعمال میکنیم و بعد بهش یووی بدیم. یعنی باز به این صورت میتونم متر شیشه هم به اینجا هم اعمالش کنم، متر شیشه که درست کرده بودیم. و بذار ببینم، فکر کنم اینو من قبلا دیتش نکردیمش. دیتش هم میکنم اینجا، متر شیشه هم به این اعمال میکنم. به این هم میکنم یه متر استیل بدم، یا مینویسم اینجا استیل و یک میره امتیال دیگه میسازم. دیفیوزش میذارم رو همین خاک سریع بمونه. تیک فرینال رو بر میداریم بهش رفلکت میدیم، ولی دیگه این دفعه نه 100%. و اینجا دیگه باید یک مقدار گلاس هم بهش بدیم و میام میذارم برای اینا. اینجا هم میتونیم پر کنیمش که اگر توی رندرمون باشه آبجکت داشته باشه، خام نباشه. میام توی این قسمت چیزی که یادمون رفتش، میام اینجا یه پلینی من بکشم و تو گیرم فعال از این گوشه یه پلین بکشم تا این گوشه، یه زخامتی هم دوباره بهش بدیم، یه شلفش بدیم دیگه، باکس نمیکشم دیگه. میتونی کم پایین ترم بیاد این شیشه شیره استابت نکن. خب بعد توی قسمت ارتفاعش هم داره کمش کنیم. خوب شد. خوبه. خب بعد میام اینجا یه دونه میره امتیال دیگه استون، نام مثلا سنگ، سنگ ماربل طلایی رنگه. میام یه متریالش ببینیم کجاست،
چه مربع خب اینو استفاده میکنم میذارم اینجا الان هم بهش یکم رفلکت میدم و بعد میام تا قسمت پامپش هم بهش پامپش اعمال میکنم و اینو به این سنگ ما رو بدنیدم بیمیشم درست کنم میتونه مثلا 100% باشه نه هم که زیادش اصلا مهم بذارم اینجا بعد میریم برای فقط دیوارا توی این قسمت دیواره ها باید یک تکچر بتون بهشون بدیم من خودم دوست داشتم یک تم دارکی تاریکی داشته باشیم داخل کار دیوارهای بتونی داشته باشیم واسه همون من توی این کار از این استفاده کردم کانکریت با کیفیت اینو فکر میکنم برای سخت بند در نظر گرفته بودم نه بذار ببینم برای دیوارها کدوم بودش کنم نیستش یا آرشیو با خودش نیومده اب نداره من میام یک تکسچر دیگه هم استفاده کنم داخل کارم میام داخل هاردم تکسچر مثلا کانکریت ببینم چی داریم اینجا میشه از اینم استفاده کرد خوبه مثلا از این اینم خیلی خوبه میام داخل دستاپم تکسچر و میزنمش اینجا نمیدونم چرا مارشی بهش نیومده نداره ولی بعد میام از این استفاده میکنم داخل کار بعد میام توی قسمت مپ از همین استفاده میکنم میزنم داخل بامپش و اینجا یکم بامپش رو کم کنیم مثلا 20 تا ولی خب یه نکته داره اینجا الان من این بافتش خیلی خوشم میاد ولی خب این خیلی روشنه چیزی که ما داخل رندر داریم دیوارامو خیلی تاریکه پس میام از خودش استفاده میکنم میام تو قسمت خود دیفیوزش میام تو آوتپوت انیبل کالر مپ و اینو به تاریکی میارم تیرش میکنم یه مقدار و اینو میام به دیوارای خودم اعمال میکنم و یه یووی هم بهشون میدم که هم بتونم یوویشون درست کنم میتونم 200x200 بذاریم هر چه استفاده کنیم حالا باز یک تست رندر بگیریم از کارمون اوکی مشکل نیست بعد میام این تکسچر همو این ویری ام تیل همو تبدیل کنم به یک ویری بلند و بعد میام از خود همین یه دونه کپی میگیرم فکر کنم اینجا بذاره هنگ کرده هم کنم از این کپی میگیرم یه دونه این کپی میگم اینجا برای قسمت درتش من یه دونه تکسچر که در نظر گرفته بودم توی تکسچر ها فکر میکنم یه متری اینجا درت اینو میخواستم در نظر بگیرم که بالای این دیواره خودم بیفته دقیقا اینجا اینو شو شیدت بزنم آها و اینو باید ببرمش بالاتر داره آفست یوی بالا کنم یاد کرد و اینجا باید تیک
تکرارش رو بردارم، تکرار نشه، اینجا تکرار میشن اینا، و بذارم اینجا براش. هرکس بگیرم از این قسمت، میام داخل دیفیوزش یک مقدار رفلکت بش بدم، اینجا بیاین تیره ترش کنیم مپ دومی اون رو که معلوم تر بشه، ولی خب نه خیلی دیگه، الان خوب شد. اومدم یه لکه براش در نظر گرفتم، بعد اومدم مپ زیریش رو سیاه تر کردم که معلوم بشه مپ اصلی که اینه، یه دونه اومدم جایگزین کردم پایین تر زیر مجموعه سیاه ترش کردم و گفتم فقط این سیاهیه توی این قسمت فقط دیده بشه. نکته کار اینجاست که برای همه تکسچر رو میتونید استفاده کنید، میتونید کثیفی رو اعمال کنید براشون. پس نگاه کنید متری اصلی منه، گفتم یه زیر مجموعهش بیاین اینجا تیره تر توی دیفیوز اوت بود و مپ درتر هم براش در نظر گرفتم، گفتم برو بالاتر قرار بگیر و توی اینجا فقط این سیاهی بیشتر رو نشون من بده. و همینم یک ویر امتیال دیگه میسازم، فقط مونده تکسچر سقفمون و یه دو تا دیگه چیز دیگه کانکریت با کیفیت و میذارمش اینجا و از خودشون استفاده کنم دیگه، نمیرم فوتوشاپ دیگه بخوام یه دونه سیاه سفیدش کنم، اینجا استفاده میکنم ازش، به میده خروجی داره. بعد میشه زرم رفلکت خیلی کمی داد و گلاسه، چون باستاب نور داریم قشنگ تر میشه کار. اعمال شد، فقط بریم یویش هم درست کنیم. میتونی یه دارم بیشتر بکشیمش، اینم کمتر شه، خوب شد. بذاریم داخل این کار بریم ببینیم چه جوری بود. این قسمت هم اینجا هم تیره بود، بود بسرون نورندر و این قسمت هم این بتون هم هست اینجا، بتونی که دیوار داریم و اینجا هم میتونیم به خودش بدیم. یعنی من به اینجا هم همین تکسچر رو دیگه بدم و با یوبی اینا رو برداریم بنیزیم اینجا. واسه اینکه نمایش نمیده و بریم داخل این قسمت اینجا شوشیده رو بزنیم دیگه بتونیم ببینیم. و توی این قسمت ما اینجا یه سه دهن آهن داریم، میگرمشون پایین تر نزدیک هم قرارشون بدم بدون این بالا مونده. اینا رو میتونم با هم گروپشون کنم و اون تکسچر آهن زنگ زده رو هم براش در نظر بگیرم. گشتم توی مثلا پینترست پیدا کردم تکسچرشو، این هم خود رو ببینم ببینم. خب پیداش کردم که یه همون تکچر هم بود و دارم اینو یه گیره اینجا میذارم اینجا و از درتش هم استفاده میکنم، میذارم داخل پامپش، از خود دیفیوزش استفاده میکنم و میتونم اینجا ذره کمش کنم و رفلکت بدم. به هر چیزی یک مقدار رفلکت بدیم که جذابتر میشه کار دیگه، چون داره توی محیطم یکیش خیلی کمه یکیش زیاده که ما نمیتونیم ببینیم، ولی خب همه چی رفلکت داره دیگه. اینجا میتونم 100% بهش بدم، یکی کمتر هم باشه مثلا 50/50 حالا یک لندر بگیریم از کار.
نمیذارم زندگی میذارم بیرتر. و بریم سراغ این قسمت. یک مپ پی‌ام‌جی‌ال می‌سازم. یه چیز خام ساده ای هم بشدم، یه دیفیوز سفید رنگ، نه خیلی، یک مقدار رفلکت دادم بهش، یک مقدارم گرسه این امارش یادم. حالا برای قسمت پایینش هم میتونیم از همین بتونی که داریم استفاده کنیم. من اینجا بتون استفاده کنم، بیشتر یاد تاداندو افتادم. میتونم به اینا همشون زد بدم و میتونم به این هم یک متریال استیل بدم که همیشه تناقضی باشه بین رنگ هاش. سیف کنم کارم این تستی که بگیریم، بعد بریم برای نورپردازی فضای داخلش. من توی این رندره یه درب گذاشتم اینجا، میتونید اینجا رو مثلا خودتون خط بندازید با سلایس پلن و بعد بریجش کنید این درب رو، مثلا یه آبجکت بیپ بذارید. مثلا من توی این قسمت نذاشتم، شما میتونید واسه اینکه جذاب‌تر بشه بذارید. الان این تکسچر دیوار پشتی هم باید دیتچ کنیم بذاریمش. میام توی این قسمت این داخل این دیوار پشتی رو دیتچش میکنم و یه دونه ایمتیل دیگه میسازم. بریک برای متریال رنگ نو دیفیوزش میدم و اینم میدم به بامپش، یه دیسپلیسمنت نمیدم اینم اینجا تونیتر بذاریمش. اگر هم خیلی تیره بود توی رندر میتونیم به قسمت دیفیوز آتپوت روشنترش کنیم به راحت. یوبی باش، یوبیش هم مرتب شده. بریم تسرنده از توی آینه بگیریم. میشه روشنترش هم کرد همونجور که گفتم. میتونیم بیایم داخل دیفیوزش اوتپوت، این دفعه اینو میبریم بالاتر این خط روشن تر بشه. اوکی مشکل نداره. بعد میان یک ویری بذارید بیم این قسمت بدون ویری
لایت میکشم. این بسات به این صورت فقط میام یه روتیتی بهش میدم، میرم شکلم بالاتر، میرمش اینجا توی آپشنش دیگه این ویزیبل رو میزنم، یک رنگی گرم بهش میخوام بدم، مثلا صدا تونتر باشه که بخوره توی این قسمت. میتونم بیام توی رکتنگلش هم دیسکش هم اینجا مثلا به شکل هاله ای بدم، مثلا 3/10 ببینیم چه جوری میشه. بعدش هم باید شدتش هم باید چک کنیم، مولتیپلایرش کم و زیاد کنیم. ساده میشه، چقدر قشنگ میشه با یک میپردازی به چیزی که میخوایم برسیم. و دقیقا ببینیم، من هدفم از این کار اینه که چشم شما رو خیره کنه به اون قسمت، چون ما یه عمق میدانی داریم بتونه چشم رو درگیر کنه نکته ای که داره اینجا. ما حتی میتونیم از همین هم استفاده کنیم، دور پنج آینه هامون هم بذاریم، مثلا بیایم ویری لایت یا مثلا یک خطی بکشیم، یک زخامتی بهش بدیم و یک ویری لایت ام تی ال مثلا بهش بدیم. میام زد میزنم، میام ازش یه دونه کپی میگیرم، کپی کپی این دفعه دیگه باید موتوش کم کنم، مثلا بزنم روی 10 برای این قسمت بالاییش هم بذارم. میتونه بیشتر باشه، نور رکتنگلش هم اینجا مثلا بذارم روی نیم بیشتر به تابه. هرچقدر این عدد بره بالاتر این پرتو تابش این بلندتر میشه. داشتم به این فکر میکردم توی رندر قبلی من اومدم هالوژن هایی که گذاشتم یک استیلی هم کنارشون داره، یک نرده ای داره که اینا رو گرفته و توی قسمت بصری این رندر خب خیلی خوبه. دقیقا وقتی شما میبینید شما داره به اون سمت رو به رو هدایت میکنه، ولی توی اینجا من از هالوژن دیگه ای که استفاده کردم زیاد نمیپسندم، بهشون خوب نیستم به نظرم. خودشون خیلی خوبه ولی مثلا چون نرده ایو نداره و میخوام تغییرش بدم من. خب بچه من گذاشتم این هالوژن ها رو براتون، این آبجکت چند براتون کنار میذارم که بهتون بدم استفاده کنید. اومدم گرفتم آن گروپش کردم، یکم اینا رو بلندتر کردم، خوش خیلی کوچیک بود اصلا انقدر بیشتر نبود، خودم این نردش رو بیشترش کردم، بعد فاصله این هالوژن ها رو از هم فاصلشون رو بیشتر هم کردم که محیط بیشتر بگیره برامون فضاشو و گذاشتمشون اینجا. پس یک رندر دیگه بگیرم، باشون منبع نورم داخل کارشون دارم. بذار من یک بلومو روشن کنم، بلومی هم دارم خیلی خوبه.
فقط مونده که اون نورشون رو توی محیط تأثیرش رو ببینیم و براش قرار بدیم در نورهای IS. اگه بخوایم روشنش کنیم بعد نورش رو هم بذاریم. پس میام چیکار میکنم؟ میام داخل یکی از اینا، میام یک گری لایت تایپ اینجا یا IS انتخاب میکنم، منبع نورش و خطش. میام اینجا راست کلیک کنیم روش، اینو بگیریم انتخاب کنیم، چه اینو رو بزنیم جلو افر گرش میکنیم این سمت باشه و به پایین در نظر اینجا میگیریم و توی خود منبع نوریش میرم تو قسمت مودیفای. میتونیم بیایم در نورهایی که خود من دارم ببینم چه از اینا استفاده کرد. این الگوهاشه، میام شماره بندی هاشه. مثلا من خودم میام تینو مثلا شماره گرمش، مثلا شماره دومیش استفاده میکنم. میام داخل مودیفای فایل IS فایل، میام تو هاردم و توی نایس IS یه دومی رو انتخاب میکنم و میام توی کالرش رنگ گل بهش میدم. فقط میمونه اینتنسیتی ولیوش که همون شدتشه، اینجا همون مولتی پلیر ماه ولی اسمش اینجا فرق کرده. شما جای منبع میذارم برای روتیت بشیدیم. خدا رو شکر رسیدم نمیخوره. ببینیم چه اتفاقی افتاده روی محیط ما. دقیقا این گرم کردن این فاز محیط رو قرار داده. میرم از همش اینستنس میگیرم، کپی اینستنس ببینم برای این در نظر میگیرم، ولی خب این تاگش فرق میکنه جایی که میتابه. همین دوباره بزنم اینجا این صورت درمش کنیم. کپی میگیرم اینستنس به طرفمونش برای این وریم قرار بدیمش. و از این دومی هم استفاده کنم. یک روتیته مثلا 180 درجه یه اینجا آرش سمه تا زنگ فاگرش این طرف کرد گرهش کنید و جلو دار و از این استفاده کنم. این سومیه بعد یا بعدا بگیرم برش میگم ولی باید یه ذر روتیت بخوره این مقدر یه مقدر. خیلی خوب میشه تا بگیرم. خیلی چک کنیم ببینیم چجوری شد فضامون.
اجتماعی که من کادش رو بزرگتر کنم. این دربی که من اینجا گذاشته بودم اون زمان که داشتم کار رندر میگرفتم، فکر اینو کرده بودم که یه شخصی داره وارد این محیط میشه، چجوری میاد داخل؟ از پنجره که نمیتونه بیاد، از اینجا هم که حمومه نمیتونه بیاد، پس باید یه دربی پشت سر من باشه. سر اون بود خیلی قشنگ داره این نورهای گرمم توی محیطمون مثل هالوجن تاثیر میذاره. خیلی خوب شده، میکنم دیگه چیزی نمونده از کار، چون میتونید خودتون آبجکت هایی که شاید از خودتون دارید میتونید استفاده کنید، در این فضای پایین هم پر کنید که خالی نمونه. حتی مثلا برای بول کردن این قسمت ما میتونیم بیایم مثلا فریم این پنجره هامون رو شاید مثلا حتی مشکی کنیم. یه مثلا یک گوری MTL، یک دیفیوز مشکی، خیلی کاملا مشکی انجام هیچ وقت ندید، هیچ وقت ما مشکی مطلق نداریم، توی رندرم بد میافته. ما میتونیم اینجا یکم گلاس بهش بدیم، مثلا توی این قسمتی مشکی باشه خیلی بولتر میشه. کم مشکیش هم یکم کمتر کنم، این خطایی هم که اینجا افتاده به خاطر اینکه من از اینو کپی کردم. شما میتونید با دقت بیشتری کپی پیست کنید، یا مثلا یه ذره ریسکیلش کنید، یا کلا اینا جابجا کنید این ورتر که این خط اینجا بیفته. حالا من خیلی ساده انجامش دادم، این دفعه خیلی وقت نداشتم براش. نه از رندر ما فقط میمونه که بریم پست پروسس هم کنیم. من میام توی این قسمت توی تب رندرینگ رندر ستاپ، من میام توی این قسمت دیگه دست به کادرمون نمیزنم، میام اینو فقط بزرگترش میکنم. اولش مثلا 2500 تا خوبه، بعد اگر سیستم قوی دارید بذارید روی باکت بذارید رندر بگیره، خیلی کیفیت بهتری میده. اگه ندارید که سیستم معمولی دارید میتونید رو پروگرسیو بذارید و این عدد یک قرار بدید، مثلا اینو کنید 120 تا که مثلا ماکس ساب دیوایسش کم بیشتر شه. و توی قسم نویترو شوال بشم میتونی اینو بتونی روی 5000 روم که دقت بیشتری داشته باشه توی نویز ها. من مثلا یه صفر اضافه میکنم و یه 5، و بعدش توی قسمت ادوانس اینجا دیگه امبیان اکولوژن رو میزنیم. بعد توی بروت میتونیم رو هم بروت فورس بذاریم. توی این قسمت ساب دیوایسش مثلا میزنیم روی 1500 و میتونیم رندر بگیره، چیز خاصی دیگه نداره. فقط توی رندر المنت ها توی تب آخر اد میزنم و میتونم یه اکسترا تکس بهش بدم. وقتی اکسترا تکس بدم یه نکته ای داره، بچه‌ای که باشون قبلا کار کردیم و آموزش رو بهشون دادیم میدونن، توی تکسچرش باید حتما یک ویری درت بهشون بدیم، یک ویری درت بهش بدیم.
و دیگه نیاز نیست کاری دیگه انجام بدیم. دیگه میذاریم شروع کنه رندر گرفتن و تموم که شدش دیگه انشالله میریم قسمت پست پرو تو فتوشاپ برگشت انجام بدیم. خسته نباشید.